مرحوم محدث قمی در کتاب سفینه البحار نقل میکنه که کمیل میگه من شبی با امیرالمومنین علیه السلام در کوچه های کوفه داشتیم حرکت میکردیم. یک مرتبه صدای تلاوت قرآن بسیار زیبایی به گوشم رسید که اصلا دلم رفت. کسی بود که این آیات رو میخونم: امن هو قانتون آنا اللیل قائمن و ساجدن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کمیل میگه من تو دلم تحسینش کردم، گفتم آفرین، عجب قرآن. با اینکه این تو دلم بود، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که کمیل وزوز این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه. کمیل میگه من بختم زد، هم از این جهت که امیرالمومنین چجوری اونجا که دلم گذشت و فرمود، هم از این جهت که چطور قاطع عاقبت این فرد رو گفت که اهل جهنمه. هیچی نگفتم. خب بالاخره امیرالمومنین حرفی که میزنه که بی حکمت نیست. گذشت. بعد از مدتی جنگ با خوارج، جنگ نهروان. بعد از جنگ من با امیرالمومنین داشتیم تو بین اجساد کشته شده های از خوارج داشتیم حرکت میکردیم. رسیدیم به یه جسدی، به پیکر. امیرالمومنین آهسته پاشو زد به اون پیکر، گفت امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره. کمیل این همونیست که اون شب قرآن میخوان، قعر جهنم هست. قرآن خوندن، نماز خوندن، اعمال خیر انجام دادن، اگر بدون ولایت امیرالمومنین علیه السلام که امام حق هستش باشه، پشت به خدا اعمال انجام دادن اینجور نیستش که هر عملی آدم رو رشد بده، هر عملی باعث بشه آدم به قرب خدا برسه. اگر آدم با امیرالمومنین، با امام حق همراه باشه، مثل یک کشتی است که قطب نما داره به ساحل میرسه. اما اگر بدون امام حق باشه، اون کشتی به ساحل نمیرسونه. هر چقدر هم شیک باشه، هر چقدر هم مدرن باشه، اعمال هم هر چقدر خوب باشه، ولی بدون اون راهنما باشه، انسان رو نمیتونه به قرب خدا برسونه. انشالله که علوی باشیم، انشالله که ولایی باشیم و ولایت امیرالمومنین زندگی بکنیم و با ولایت امیرالمومنین بمیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.